صبح بخیر. بریم با هم صابونه درست کنیم. املت وگان یا هم املت بدون تخم مرغ که با پنیر توفو هستش. بچه پنیر توفو رو اینجوری با چنگال لهش کنید که کامل خرد بشه. بعد به پیازی که تفت دادین اضافهش کنید، ادویه‌جات هم بزنید، یه یکم که تفتش دادید برای مواد دو که گوجه و قارچ هستش بهش اضافه کنید، بعدم رب بزنید و یه بذارید که قشنگ با هم دیگه سرخ بشه و نوش جان کنید. اینم از املت بدون تخم مرغ و سرشار از پروتئین. بفرمایید. با بچه ها من صبحونه خوردم ولی هنوز سخت هم مرتب نکردم. بعضی وقتا خب خیلی سخته دیگه، اولین کاری که می کنون خب بیدار میشی مرتب کردن تختت باشه، ولی خب میدونستیم که چقدر خوبه. کلن میگن وقتی که صبح بیدار میشی اگه اولین کاری که انجام میدی مرتب کردن تختت باشه، ناخودآگاه به مغزت این دستور رو میدی که امروز قراره خیلی طبق برنامه ریزی پیش بریم. ولی مثلا اگه اولین کاری که میکنی چک کردن گوشیت باشه، کلن اون روز انگار مغزت میدونه که باید بی برنامه پیش بره. خب بچه من اومدم توی تراس نشستم، گفتم یکم هوا بخورم و دفترچم هم آوردم که برنامه های امروز هم توش بنویسم. راستش من ذهنم خیلی شلوغ میشه از کاری که باید همیشه انجام بدم و یه جوریه که مثلا انقدر ذهنم شلوغ میشه و باید این کار رو انجام بدم اون کار رو انجام بدم، یه جوریه که مثلا استرس میگیرم. بعد وقتی که میام مینویسم توی دفترم برنامه هامو، من دیگه ذهنم خالی میشه، همون استرسه کم میشه، همین که خیلی خوب برنامه های اروزم رو انجام میدم. واسه همین گفتم اروزم که خیلی کارم زیاده بیام به که بدونم باید چی کار کنم. خوب اول که باید ویدئوهای تمرین های آنلاین هم رو بگیرم بر شاگردان. ویدئوی تمرینی برای کلاس های آنلاین. خب این یک. دو، باید دارم یه ویدئوی اینستا بگیرم. ویدئوی اینستا یه جای خیلی خوشگل در نظر دارم، فکر کنم که خیلی خوب میشه اونجا برم ویدئو بگیرم. من یه چند تا تکنیک بزنم و بعد توی جای تاریخی مثلا توی اصفهان به نظرم باحال میشه. بعد از ویدئوی اینستا بعدم باشگاه ساعت 4:30 تا 7 باشگاه. این 4:30 که مثلا می نویسم معمولا دیگه میشه 5، ولی خب که حالا من حدودی می نویسم دیگه، خیلی هم ایرادی نداره اگه طبق برنامه پیش نرفتم. می دونین نباید خیلی یادم خودشو اذیت کنم، یعنی اگه یه روزایی چند تاشم نتونستی انجام بدی اشکالی نداره. حالا من خیلی سختی من هستم. بعد از باشگاه هم یا باید درم خرید. حالا یا باید درم چهارراه عباسی که اونجا هم یه قدمی بزنم، هم باید ساعت بخرم. پس می‌نویسیم یا چهارراه عباسی یا باید برای فروشگاه ارگانیک که یه سری چیزا برای تغذیه، برنامه تغذیه هم تموم شده، باید برای اونا رو بخرم. حالا بعد باشگاه ببینیم که کدومش رو میتونیم بریم انجام بدیم. اینم از این. یه فکر میکنم کافی باشه برای امروز. یه کار دیگه که میخوام بکنم اینه که دو تا چیز میخوام برای خودم بنویسم، دو تا چالش میخوام ایجاد کنم. اونم اینه که میخوام کمتر توی مجازی باشم. پس میرسیم چالش دونو کمتر توی مجازی بچرخم. میخوام که مثلا
فعالیت مجازیمو داشته باشم. ولی دیدین مثلا هی میریم اینستا میچرخیم، توی اکسپلور میچرخیم، هی میریم یوتیوب میچرخیم. جدیدن حالا من یوتیوب هم بهش اضافه شده، میریم یوتیوب هم میچرخ. خب اون رو حذفش کنم و دیگه الکی نیام بچرخم و وقتم رو هدر بدم، چون که خیلی آدم وقت اضافه میاره وقتی که توی گوشی نمیچرخ، خیلی وقت اضافه میاره و میتونه کارهای مفیدتری انجام بده. یکی پس اینو میخوام انجام بدم، کم کم هم میخوام انجامش بدم چون سخته که یه خوب بخوای ترکش کنی. یکی هم این که مینویسیم که عشق ببرزن حتی به کسایی که از هم متنفرن. کلن میخوام یه کمی احساساتم رو از حالت منفی روی مثبت متمرکز کنم. احساس میکنم که اینجوری احساس خودم خیلی بهتره، حتی اگه یکی هم با من نامهربون بود من مهربون میشم. اینجوری احساس میکنم که زندگی خودم مثبت تر میشه و بیشتر حال خوب به زندگی خودم وارد میکنم. خلاصه که بچه ها اینم از این. بچه ها قبلا اینجا خیلی ویو قشنگ داشتیم، خیلی قشنگ بود ویو اینجا، الان بهتون نشون میدم. ولی خب دو تا آپارتمان خیلی بزرگ جلومو ساختن و به چه سرعتی هم ساختن. بعد چیز شدش کلن دیگه ویومونو از دست دادیم، یه قسمت کوچیکی مونده. ولی بازم من هر بار که میام اینجا توی ترس میشینم خیلی حس خوب میگیرم. ببینید این دو تا ساختمونیه که ساختن جلامون، حالا اینو دیگه تکمیل کردم ولی اینو نه. بعد اینجاها کامل مشخص بود، اینا رو ساختن جلامون خیلی هم رفت بالا. الان فقط این قسمت مونده واسمون، فقط این قسمت. آسمون رو خوشگلم ببینید. خب بچه من ویدیو واسه تمرین آنلاین گرفتن و اومدن اینجا که برای اینستا ویدیو بگیرم، خواهم اینجا بگیرم. به نظر من خیلی نورش خوبه، پندیس خیلی باحال و تاریخی دیگه، بعد نورش هم خیلی خوبه، این خیلی مهم. خب دیگه من برم برمیگردن. خب بچه ها من حاضر شدم که برم تمرین. قبل تمرینم باید یه دمنوش دارچین زنجبیل درست کنم که بریم با هم درست کنم. دارچین، اینم زنجبیل. من برگشتم از باشگاه، تمرینم خیلی خوب بود، واقعا انرژی میگیرم وقتی که میرم تمرین میکنم. حتی بعد باشگاه بعد اسپرولینا بخورم که سرشار از پروتئینه. اومدم تصمیم گرفتم که شیرموز و پودر اسپرولینا رو با هم دیگه مخلوط کنم و بخورم. فکر کنم ترکیب باحالی بشه. و اینم از این. خیلی خوش بنگ میشه کلن، ولی خب طعم خاصی نمیده. مثلا الان این طعم شیرموز سبز میده، یعنی خود اسپرولینا طعم خاصی نمیده ولی خب خیلی مفیده بچه ها. خب بچه ها من یکم استراحت کردم، بعد گفتم که دیگه بیام سری خریدام انجام بدم. خیلی هم خستم ولی خب برو به خریدار رو انجام بدون و بهت کنم. بچه من عاشق خوراکی های اینجا هم. اسنک پوفی چهار جوانه، بعد کلی هم از این ویتامین و اینا داره. خوشمزه هم نستا، واقعا خوشمزه است. و
بچه ها امخ خوشم میاد اینجا ها چرخ بزنه، میام مثلا تمام اینا رو برانداز میکنه، بعد چهار تا خرید خودم رو انجام میدم و میرن. اصلا از یه دیگه بچه ها میرم خونه یه سامی میخورم و بعدش هم صاب خدا به دوستتون دارم شدید به مدت مدید خداحافظ.